从下班路到这个样子比较好，从下班路到这个样子比较好，到那样子比较好，爱如爱上。虽然路也走得不咋地，现在虽然路也走得不咋地，现在exceeding age that makes a moment that allow it mostly he more sad it is why good morning to my husadi chandin sohanas teshkash ni kugamo that that's mine kujalan ke dobra kau mughalat kandan man dah dari bedok ke sadi sahish ke sadi sopan dek telegrafi matalib ke desa sahtu misun apakah ke dobra sadi kis bahas jadid no shuru beri mimpi ish chi has manzul as ish chiye همان دمس میکنی ولی آیا تعریف درستی ازش داری و بعد ببینی که مشروب مکرر در اشعار عرفانی یا در اشعار فارسی در فرهنگ غنی خودمون مشروب رو مشخصاتش و حالاتش و حرکاتش رو شنیده این و خانده این یه تعریفی بلکه بکنیم که مشهور کی هست به فرق هم غزلی از سعدی بود عرض کنم وقتی را که سعدی صحبت میکنیم مثل این که وارد یه باغ دلگشایی میشیم سعدی شادترین شاعر ایرانی است مردی بوده عملگرا، واقع‌گرا همچون فردوسی و حافظ و مولانا این چهار بازگو کننده امیال و آرزوها و اوضاع و احوال دوران خودشون هستند هر کدوم در جهتی و سوی و تکاملی بر سعدی 700 سال در ایران معلم اول یعنی حتی در مدارس مکاتب آن زمان کسانی که گلستان سعدی رو تنظیم می‌کردند اون موقع شایستگی رو داشتن که به کلاس بالاتر برن و از نظر سخن تنها شاعری است که با کوتاه‌ترین جملات یعنی با به کار بردن صنعت ایجاز و صنایع سخن از ابزارهای سخن گفتن بیشترین معنا رو بازگو میکنه و میگوید و مفهوم رو میرسونه جوانبینی سرگیجی میدونیم سعدی مردی بوده متدین مسلمان معترف ولی چه اسلامی آنجا که قالبی وجود داشته آنجایی که حد و حدودی بوده سعدی مکرر از اون حد و حدود خارج میشه و پا بیرون میگذاره و اگر چنانچه تضادی و برخوردی با عرفان وجود داره همیشه جانب عرفان رو گرفته عرفان چیه؟ جزئی از فرهنگ ملی ماست تفاوت دو مکتب بزرگ فلسفی غرب و شرق در این هست فلسفه یونانی و فلسفه غربی ها منطق استدلالی مرحله به مرحله است ولی در شرق در ایران عزیزمون
فرهنگی بوده همیشه به نام ارفان که در اینجا بارق است، جرق است، بصیرت از راه بینش میرسن به اون دانشی که باید در اسرار توحید آمده است که برخوردی بوده بین ابو سعید ابوالخیر و دانشمند معروف ایرانی که وقتی ازش پرسیده میشه از ابو سعید که نتیجه صحبت با ابن سینا چی بود، میگوید آنی که اون میداند من میبینم و دقیقا همین گفترم ابن سینا میگه یا اون که من میدانم اون میداند. عرفان باورهایی است که به فرد آدمی الهام میشه و جهش میکنه از آدم خاکی به طرف تعالی و ترقی و والایی میگراید. با اجازتون یک غزل میخونم و یادتون میفرماید فرخ سوار آن که تو بر وی نظر کن، فیروز روز آن که تو بر وی گذر کنی، آزاد بنده‌ای که بود در رکاب تو، خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی. دیگر نبات را نخرد مشتری به هیچ، یک بار اگر تبسم همچون شکر کنی. ای آفتاب روشن و ای سایه همای، ما را نگاهی از تو تمناست اگر کنیم. مردود من سریست که در پای افکنم، گر زان که التفات بدین مختصر کنیم. شرط از سعدیان که به میدان عشق دوست خود را پیش تیر ملامت سپر کنی، و از عقل بهترت سپری باید ای حکیم، تا از خدنگ غمزه خوبان